میبینیم که بر ضد منافع ایران تحریکاتی شعارهایی میشنویم که این به گوش ایرانی ناآشناست. هیچ ایرانی حقیقی یک همچین شعاری نمید. ولی ما این شعارها رو شنید، تعجب کردیم، تأسف خوردیم، بلکه قصه هم خوردیم که چطور میشود یک نفر اسمش ایرانی باشد ولی شعاری بدهد که مستقیما به وسیله خارجی به او دیکته شده، ولی پرده ها بالا رفت، ماسک ها عقب رفت، افراد شناخته شد، حالا این افراد در هر مقام و منزلتی که باشه اینا شناخته شد. صفوف ایرانی باید از هم جدا. 80 میلیون جمعیت مطمئن هستم که 29 میلیون و 900 خورده هزار نفرش ایرانی هستند و عده قلیلی اگر اسمشون ایرانی باشد دلشون ایرانی نیست. این دو صف باید از هم مجزا. البته ارزش این را ندارد که بگویم این دو صف، ولی اون 29 میلیون و 900 خورده هزار نفر از اون چند هزار نفر اینها باید فاصله بگیرند. بعدی پس از نامه واقعا تکان دهنده جناب اردشیر زاهدی که به شرف ملی معنای دوباره داره، آقای زاهدی درود به شرفتون، آقای زاهدی واقعا درس ما از شما یاد میگیریم آقای زاهدی، و من تعجب میکنم با این سن و سال آقای زاهدی اینقدر دقیق فکر میکنه و در این شرایط، هرچند من اختلاف نظراتی هم با آقای زاهدی دارم به خصوص سر برجام، ولی آقای زاهدی شرف ملی را معنا کردن دوباره با این نامه‌ای که دادن و یک تودهنی زدن به خیلی از دشمنان ایران به ویژه رضا طلبان حقیر. پس از نامه آقای زاهدی رضا طلبان شروع کردن به فحاشی‌های گسترده که من برخی از فحاشی‌های اینا رو می‌خوام بهتون نشون بدم، جایگاه‌ها رو ببینیم. فقط قبل از اون یه چیزی که برام خیلی جالبه، بخشی از این رضا طلبان واقعا حقیر 4-5 سال از من خیلی عقب‌ترن و من هر کاری که میکنم، یعنی هر کاری که 4-5 سال پیش کردم اونا امروز دارن میکنن، ولی امیدوارم انقدر روحشون بزرگ باشه، انقدر شجاعت داشته باشن 4-5 سال آینده در جایی که امروز من وایسادم حاضر شن وایسن، چون کاراشونه که میبینم اینگونه نمایان میکنه. مثلا من صحبت جناب داریوش همایون رو یک بخششو بریدم و اون موزیکی که ما تو برنامه رودست استفاده میکنیم که موزیک ترن هست، انداختم زیر صحبت های جناب همایون و اینو پخشش کردم و دیدم که برخی از این رضا طلبان حقیر رفتن آرم رودست که روش بود و به جاش یک پرچم شیر و خورشید گذاشتن، همونو پخش کردن، که البته اینجای امیدواری است برای این که حرف من با سند باشه. دوستان من عکسم بهتون نشون میدم، این یکی از اون حقیرزادگان رضا طلبه، همونو گذاشته و حالا اینا هم از ما یاد گرفته. فرق پادشاهی خواه با جمهوری خواه اینه، همون کلیپی که من درست کردم و گذاشته با وجودی که 24 ساعت منو فوش میده و خب بازم جای امیدواری است. این همون عقب افتادهی که میخواست بگه با کل ایرانم به باد فنا دادیم فقط شازده من بلند چه بره آلاشت، ما بریم کشور آلاشت رو پیاده کنیم، و خب کلیپی که من ساختم با همون موزیک رو گذاشته در فیسبوکش و امیدوارم، جای امیدواری است، امیدوارم در آینده اینها سرشون به سنگ بخوره و برگردن. یکی دیگرشون هم این آقاست که اینم رفته همون ویدیو رو گذاشته، صحبتهای داریوش همایون رو گذاشته و این یک موفقیت برای تیم رودست که حتی اینایی که به ما فوش هم میدن 24 ساعت این عقب افتاده به من فوش میدن. موفقیت اونجاستش که از نظر ایدئولوژی کاری که من میکنم اینه که اونایی هم که منو فوش میدن مجبورن، انقدر این حرفه درسته، انقدر حرفای ما درسته، اونایی هم که به ما فوش میدن مجبورن برن همون چیزایی که ما تولید میکنیم در فضای مجازی رو با یک روکشی بر روی آرم رودست همونو پخش کنن، و امیدوارم در آینده انقدر شهامت داشته باشن جایگاهی که امروز من ایستادم، که همون جایگاهی است که ستارخان ایستاد که در اوج مبارزش با حکومت قاجار نامه داد به پادشاه قاجار، گفت ببخشید ما دیگه مبارزه نداریم چون قوای روس اومده، و اینها به اونجا برسن. خواستم فقط بگم که دشمنان ما فوشمون میدن ولی مطالبمون رو همشون به کار میبرن، همشون ها، عموم این رضا طلبان خیلی جا میان کارهای منو میدوزن و پخش میکنن ولی فوشم میدن دیگه، حالا اونش بماند. و بذارید اجازه بدید ببینم، خب نمیتونم کاری کنم اینستاگرامو ولش کن، اینستاگرام حالا کامنت ها نمیمونه.
خب بعد اومدن به جناب زاهدی بعضی ها توهین های سنگین کردن که برخی از اینا رو برای ثبت در تاریخ این بخش برنامه رو میخوام بسازم که بدانید چه کسانی مخالف بزرگانی چون اردشیر زاهدی بودن در این مقطع و چقدر حقیر بودن و از کدوم طیف فکری بودن. حالا اجازه بدید بهتون نشون بدم. عموم اینا هم رضا طلبنا عمومشون. اولیش آقای رضا حقیقت نژاد، عکسشو دارید میبینید. رضا حقیقت نژاد کیه؟ ایشون رئیس سایت صهیونیستی ایران وایره، برخی زمان ها بی بی سی دعوتش میکنن. یک بیشرف کامله نوشته که اردشیر زاهدی به بی بی سی درباره نوشتهش در نیویورک تایمز گفته مقصودش 82 میلیون برادر خواهرش بوده که نباید روی سرشان بمب ریخته شود یا در فقر زرج بکشن که شاید انقلاب کنن. دغدغه مهم و معقولی است، البته شاید هم از فقر انقلاب کنن. دیگه چرت و پرت تیکه انداخته به جناب زاهدی. آخه تو مرد کی باشی که به جناب زاهدی بخوای تیکه بندازی؟ نفر بعدی سعید قاسمی نژاد. این یکی از اون حرام لقمگانی است که واقعا سینه مادرش رو گاز گرفته. سعید قاسمی نژاد فردی است که با پول اسرائیل بنیادی رو انداخته به نام بنیاد دموکراسی ها و ایشون ببین با چه وقاحت این الف بچه و هوادار رضا پهلویه، یک فرد سکولار دموکرات جمهوری خواهه و این بیشرافت هوادار رضا پهلوی دو آتیش هم هست. سر بیانیه تاریخی آخرین هشدار به ما حمله کرده بود، نوشته که موجودات بیکفایت و تبایی از جنس اردشیر زاهدی بودند که موجبات سقوط حکومت پیشین و روی کار آمدن فرقه تبهکار را فراهم کردند. حالا بهش پاسخ میدم. برخی از آنها امروز در آستانه مرگ هم با تمام توان میکوشند موجبات دوام فرقه تبهکار را فراهم آورند. زی خیال باطل، چرا که دیگه تموم ماجرا. بیایم داخل، من با این کار دارم. این سعید قاسمی نژاد که با پول اسرائیل داره زندگی میکنه و بنیاد دموکراسی رو راه انداخته، برمیگرده به جمهوری اسلامی که فرقه تبهکار. آقای قاسمی نژاد، گور پدر جمهوری اسلامی، شما تبهکار نیستید که از اسرائیل پول میگیری؟ تو میشه شغلتو به من بگی چیه؟ چی کار میکنی تو آمریکا؟ پولت از کجا میاره آقای قاسمی نژاد که هر روزم این پوست گل میندازه؟ تو چی کار میکنی؟ تو تبهکار نیستی؟ دیک به دیک میگه رود سیاه. مردک داره پول بیگانه میگیره، بنام به جناب زاهدی توهین میکنه. بابا جناب زاهدی که وفادارترین افراد به شاه بود، زمانی که شاه حتی دیگه حال دیدن خانم خودشو نداشت، از فرح دیبا تا همه اینا رو شاه زده شده بود، توی چیزش وصیتش میخواد که آقا اردشیر زاهدی وقتی که من مردم منو بشوره بذاره تو قبر. شما دارید در مورد اردشیر زاهدی صحبت میکنی؟ اردشیر زاهدی میده چرا شما بهتون فشار اومده تو کل این 40 سال وارد بازی رضا و مادرش نشد؟ هیچ وقت اردشیر زاهدی وارد بازی شهبانو و رضا پهلوی نشد، به خاطر که میدانست داستان چیست، میدانستش که آمریکا چجوری دفتر فرای پهلوی رو بازی داد، خود فرای پهلوی رو بازی داد. همه اینا رو میدونه اردشیر زاهدی. 40 سال دوری کرد، تنها ارتباطی که حفظ کرد با برادر کوچک رضا شاهزاده علیرضا بود و با والا حضرت اشرف پهلوی بود. فقط با این دو تن ارتباطش را جناب زاهدی حفظ کرد. شما هم به جناب زاهدی هم توهین میکنید؟ میخواید بگید آقای زاهدی از جمهوری اسلامی پول گرفته در سن 90 خورده ای سال؟ یه جمهوری اسلامی فریبش داده؟ بابا جان، آقای زاهدی یکی از نخبگان این مملکته که حتی اون آقای صادق خرازی، نه اون یکی چیزش پسر برادرزاده خرازی بزرگی، اما خرازی که مال وزارت امور خارجه بود، در مصاحبه با همین رشیدپور گفت بزرگترین وزیر امور خارجه تاریخ ایران آقای زاهدی بوده. اینو در رسانه های جمهوری اسلامی در مصاحبه با آقای رشیدپور گفت، فکر کنم برنامه دید در شب بود که در سایت آپارات پخش میشد. خب جالبه، اینها دارن به جناب زاهدی، این الف بچه جوجه صهیونیست داره به جناب زاهدی صحبت میکنه. جالبه. عکس بعدی رو بذارید نشونتون بدم. عکس بعدی هم دوباره این مردک رضا حقیقت نژاده، برای سایت صهیونیستی ایران. میگم صهیونیستی نه که توهم بزنم، اما رسما صهیونیستی هم، یعنی رسما بودجهشون اسرائیل داره میده. دیدید دیگه، همینا بودجه چا میگیرن از اسرائیل، روح الله زم
داشت چونه میزد به اون مأمور موساد که بتونه بودجه بگیره. نوشته سوریه پل سرات انسانیت است. اردشیر زاهدی هم نتوانست رد شود. ناسیونالیسم کور. کور شماهای بدبخت. این که اردشیر زاهدی به درستی از حضور نظامی ایران تو سوریه دفاع کرد نشان از هوشمندی و بزرگی این مرده. یه جوجه صهیونیست، ببین چه بهش فشار میاد. خب نفر بعدی. نفر بعدی عکسش چرا چیزه؟ احمد باطبیه، حالا سرش رفته. احمد باطبی، بابا باطبی تو چی میگی؟ تو برو بچهاتو بزرگ کن، تو که دیگه رفتی بچه داری یا خونه داری. نوشته نخستین خیانت جبران ناپذیر است. نخستین خیانت جبران ناپذیر است و از طریق واکنش زنجیره خیانتهای دیگری را برمیگزیند. و یک نوشته چرت و پرتی از یکی از نویسنده ها گذاشته و جناب زاهدی رو تگ کرده. همین مونده بود. همین که آقای باطبی حمله میکنه به جناب زاهدی، بدونید کار جناب زاهدی درسته. خب نفر بعدی. آقای یزدان پناه. آقای یزدان پناه، شما دیگه واقعا سقوط کردی در این گفتمان ورشکسته اپوزیسیون سنتی. متاسفم. ایشون نوشتن که زوال عقل و از دست دادن مشاعر هر سیاستمداری را بازنشسته میکنند. بابا آقای زاهدی عقلش از شماها بهتر کار میکنه. به خدا آقای یزدان پناه، شما مشاعر خودتون از دست دادید. اردشیر زاهدی از معدود رجال حکومت شایسته سالار پهلوی بود که به خاطر پدرش به جایی رسید. اون مرگ دردناک پادشاه ایران را دید و حالا بعد از 40 سال خواستار دیپلماسی با فرقه تبهکار حاکم است. ایران دوستی به شعور هم نیاز دارد که شما ندارید. آقای یزدان پناه بیام داخل. آقای یزدان پناه جالب از اون تیکه واژه فرقه تبهکار آقای سعید قاسمی نژاد مال بنیاد دموکراسی ها که زیر نظر اسرائیل اداره میشه استفاده میکنه. ارتباطی وجود داره آقای یزدان پناه؟ حالا بگذاریم. ایشون آقای یزدان پناه که تو مسائل سیاسی شوربختانه، من قبلا بابت مسائل شخصیتی نه، هم به خود ایشون هم همسرشون یه ارادتی داشتم و الانم واقعا ارادت دارم، ولی از نظر سیاسی بابا عقب افتاده ای دایزم. شماها مشاعرتون از دست دادید. در مناطق دو سه بار دعوتتون کردن، دیدیم دیگه، نمیتونید حرف عادی بزنید. تازه شما درس این کار مجریگری و اینا هم خوندید، توی رادیو فردا مدتی کارمند بودید و کار کردید. ضعیفید. گفتمانتون هم ورشکسته توی اپوزیسیون سنتی. یک مش خزعبلات دارید مطرح میکنید، چنن دارید میگید. و تو داری به جناب زاهدی که مغزش در سن 90 سالگی، خدایا عمرشون زیاد باد، الهی اله میگم، گور پدر اله، امیدوارم به یاری مزا جناب زاهدی همواره سایه‌شون بالا سر این مملکت باشه که اینقدر این پیرمرد دوست داشتنیه. مغزش مثل ساعت داره کار میکنه. بعد شما آقای یزدان پناه به جناب زاهدی میگید که مشاعرشو از دست داده. به ایران هم سوگن آقای یزدان پناه، شما در این سن و سال کمتون که 30 خورده ای ساله، شما مشاعرتون از دست دید. بسه مشاعر نداشتید که از دست بدید. شما غرق گفتمان ورشکسته اپوزیسیونی هستید عزیزم. چرند دارید میگی؟ بعد تو داری به جناب زاهدی میگی؟ شرمتان باد. واقعا ببینید کیا دارن در برابر بزرگان جناب زاهدی بد علم میکنن. جالبه. خب نفر بعدی. نفر کار دارم. اوه از دو طرف آخونده. مجید جلالی تهرانی، حرام لقمه ای که دومی نداره، مأمور مستقیم اسرائیل با راه انداختن کمپین ایران اکسید ایران. خب حالا چی میگه؟ آیا برای شما فرقی میکند که اردشیر زاهدی، عباس میلانی یا محمود دولت‌آبادی یا بقیه این نخبگان نسل قبل چه میگویند؟ فراموش نکنیم آنها همانهایی هستند که این سرنوشت را برای ما رقم زدن. پوفیوز پدرای خودتان، پدر بزرگای خودتان بگو از دو طرف شما آخوندید. آنها همانهایی هستند که این سرنوشت را برای ما رقم زدن و الان از زندگی فعلی خود راضی هستند و تغییر نمیخوان. نسل جدید مدت هاست از آنها عبور کرده. خب بیاییم داخل با این بیشرف هم کار دارم. آی جلال تهرانی، تو نسل امروزی؟ اولا که ماها ببین چقدر جوانانی، چون ماها هم داریم این طرف وایستاریم، داریم حالتون رو میگیریم، گرتون میزنیم. تو اگر نسل امروزی دلت برای ایران میسوزه، ببین مخالفت رو من میفهمم،
ما اختلاف ایدئولوژی رو من درک میکنم، ولی اینو درک نمیکنم. هر جور حساب میکنم تو بری یه کمپینی را بندازی، بحث قومگرایی را بندازی، بحث فدرالیسم را بندازی، منم بیای تو کمپین بگی ایران نباید تو سوریه باشه، نباید تو یمن باشه، نباید تو لبنان باشه، اینو نمیفهمم. قشنگ همون چیزایی که اسرائیل میخواد، هر کثافتی که اسرائیل ریخته تو هم داری نشخوار میکنی. تو الان دردت مردم ایرانه یا دردت مواضع اسرائیله؟ من نمیفهمم. مردم ایران مشکلشون اقتصاده، مشکلشون موشک نیست، ولی اسرائیل و آمریکا مشکلشون موشکای بالستیکه. تو چرا دهن به ساعت بیانیه میدی علیه موشکای بالستیک ایران؟ داری رسما درخواستای آمریکا اسرائیل رو میگی به اسم مردم ایران، به کام ببخشید مواضع اسرائیل و آمریکا؟ آخون زده جان، آخه پسرک، خودتی اون چیزی که فکر میکنی، خودتی گوشات مخملیه، مال خودته، ملت و مخاطبانات رو چیز فرض نکن. واقعا آدم ببینید این جمهوری اسلامی کیا رو بار آورده. مهدی جلالی تهرانی تو همین جمهوری اسلامی بار اومده. شرم بر جمهوری اسلامی که در دل خودش جلالی تهرانی ها رو داده بیرون. ماها که تو این حکومت که در جمهوری اسلامی که ما بار نمیدیم، ما بیرون از این حکومت بودیم. به هر حال ببین ما چی شدیم، اینا چی شدن؟ رفتن شدن مزدور اسرائیل رسما. ننگت باد. خب نفر بعدی دوباره باطبیه، نوشته اردشیر زاهدی. چرا این باطبی بدبخت من عکسشو که انداختم چیزه نصفه انداختم، همش سرش نیست، دو تا عکس انداختم از این سرش نبود، مال باطبیه. به هر حال اردشیر زاهدی در روزهای پایانی عمر تحت تاثیر جریان چپ مسلط در دانشگاه آمریکا که امسال نایاک در این سال از آن عضو آن استیت کردن، دچار تیرگی تحلیل سیاسی شد، تحلیل شده و اقدام به خودکشی سیاسی کرد. به خدا آقای باطبی، اونجایی که شما نامه نوشتید به آمریکا گفتید که به ما حمله کنه، شما دچار تیرگی تحلیل شدید. تو آخه داری به واقعا نمیدونم عقب افتاده هایی که از آمریکا میخوان به ایران حمله کنه، ایران رو نجات بدن، اینها دچار روشنی تحلیل شدن. جناب زاهدی دچار تیرگی تحلیل شده. جالبه. برام نوشه امثال زاهدی سقوط رژیم شاه را باعث شدن. بابا دهنتو به من بابا، یه چیزی شنیدید یه چیزی میگید. خب این یکی، این پسرک چیز میرقادری، این بیشرف هم ببین چی نوشته. اوضاع برای رژیم به گونه ای خراب است که از یک سو اردشیر زاهدی، ببین بیشرافت داره، فامیلی جناب زاهدی داماد شاه، آقا مثلا خب دیگه رضا طلب جماعت واقعا وقیه دیگه، زاهدی به یاری رژیم شتافته تا معلوم شود در شورش 57 چه دستای پنهانی در کار بود. بابا دست شهبانو خودت تو کار بود بی شرف. به زاهدی چطور جرأت نداری فرح پهلوی رو نقد کنی؟ بعد گیر میدم به جناب زاهدی. و از یک سو هم بی بی سی فارسی تیتر خبر یک را مقاله اردشیر زاهدی قرار داده است. فراموش نکنید حالا به این مالکت نوچو فاچیدشو کرده، اسم مستعارشو کرده مبارز نسلی دیگه، حالا ما هم بخاطر که توهین میکنه به جناب زاهدی بهش میگیم که مالکش نسلو. فراموش نکنید همین اردشیر زاهدی به عناوین مختلف به شاهزاده رضا پهلوی، رضا دیبا دیگه، توهین کرده. از وقتی شاهزاده به دفاع از حق ملت ایران میپرداخت، به او به طور غیر مستقیم نوکری اسرائیل و عربستان را لقب میداد. بیاین داخل. ببین عزیزم، آقا که مالکش نسو، یا خودت زدی به خریه چون میدونی یه سری چیزا رو، یا بالاخره الان همینه دیگه، الان این روشه که بالاخره لایکی جمع کنید و اینا، حاضر وطن فروشی کنید شما حرام لقمگان. بی شرف سیاسی کثیف چون تو که هر روز تبلیغ میکنی، یک مش عقب افتاده تر از خودت بیان توییت کنن در توییترهای حساب‌های آقای ترامپ و آقای مایک پمپئو و اونجا براشون کامنت انگلیسی می‌نویسی، برید آقا اینو کپی پیست کنید که مثلا بخواید که از آمریکا به ایران حمله کنن. بی شرف توی قربونت برم. جناب زاهدی یک انسان با شرفه که در جایگاه دو، در همون جایگاهی وایساد که ستارخان وایساد، و شما بی شرف‌های رضا باز در جایگاهی وایسادید که مسعود رجبی وایساد. فرق ما با شما همینه، فرق ما با شما اینه که سر دشمنیمون با حکومت نمیشویم مریم رجبی که تلفن رو برداریم و خیانت به ایران و نامش رو بزنیم فروغ جاویدان و بگوییم آتش، آتش علیه کی؟ علیه میهنت؟
نه عزیزم، ما این تلفن ها رو میذاریم زمین، تو سرتون میکوبیم. با این تلفن ها ما بر نمیگردیم. دستور آتش به میهن رو صادر کنیم، با وقاحت هم بهش بگیم فروغ جاویدان. و یک نکته ای رو من فقط در مورد جناب زاهدی بگم. جناب زاهدی انقدر مرده، با وجود این که در اون اتفاقات شورش 57 دقیقا جایگاه درستی داشت، دقیقا هم میومد به پادشاه میگفت بابا کیا دارن خیانت میکنن، اما انقدر مرده وقتی که باش مصاحبه شد با عنایت فانی، از روی افتادگی، از روی عشقش به محمد رضا شاه پهلوی گفت آقا ماها خیانت کردیم. خودم هم میگم، این خودم رو میگم، از روی شکست نفسی ایشون میومد. ما که داریم تاریخ رو میخونیم از ما بپرسید. ولی آن وقت یک مش حرام لقمه سیاسی، یک مش عقب افتاده سیاسی برگشتن دیروز سالا شلوغ میکنن که آقای زاهدی خودش گفت ما خیانت کردیم به شاه، فیلمو پخش میکنن. یعنی هنوز اینا فرق بین شکست نفسی با حرف حقیقت رو نمیفهمن. بابا جان اون کسی که انقلاب 57 و باعث بانش بود چندین عامل بود، ولی عامل اصلی رو همون باید برید در دفتر شهبانو فرای پهلوی و خود خانم فرای پهلوی به دنبالش بگردی. خودت فریب نده. اونی که دنبال اولا آقای زاهدی تا همین لحظه که من باهاتون صحبت میکنم شدیداً هوادار نظام پادشاهیه، عین ما فلسفی دفاع میکنه از پادشاهی. اونی که ضد پادشاهی رئیس دیوای تو بدبخت که صد بار گفته من اون موقع یک سن و سالم کم بود یه چیزی خوردم اسمش قسم بود، صد بار علنی گفته باوری به پادشاهی نداره، باز تو خودتو خر فرض میکنی، باز از این آدم دفاع میکنی، بعد به جناب زاهدی توهین میکنی، به این پیرمرد عاشق، به این پیرمرد میهن پرست. به خدا شماها بچهای پدر مادرتون نیستید، به بزرگ مردی چون زاهدی داری توهین میکنید. زاهدی گناهش چی بوده مگه؟ این بوده که با آمریکا گفته زور نگو به ما؟ این بوده که همواره پای نهاد پادشاهی ایستاد و در بین کسانی که ضد پادشاهی هستن به مانند رضا پهلوی بها نداد؟ تا لحظه خودتون پرسیدید چرا اشرف پهلوی و علی رضا پهلوی ارتباط نزدیکی با اردشیر زاهدی داشتن، ولی اردشیر زاهدی هیچ وقت حاضر نشد تو بازی های فرای پهلوی و رضا دیبا شرکت کنه؟ باز خودتون رو خر فرض کردید؟ رضا پهلوی چجوری باید هیکلتون رو قهوه‌ای کنه دیگه؟ یاران در اینستاگرام قد شدی منو برمیگیره. چجوری باید بهتون بگه آقا جان ذره‌ای برای شماها ارزش قائل نیست؟ دیدید دیگه کنار نوری‌زاده هم نشسته میگه حالم از اینا به هم میخوره، از این شاه اللهیا. چجوری باید شماها رو بی ارزش کنه؟ رضا پهلوی چقدر بعد تو سر شما عقب افتاده ها بزنه؟ یه خورده به خودتون بیاید. این خیانت بیمرز به مملکتتون نشانه چیست؟ از کجا نشأت میگیره؟ خب عکسای بعدی. اینم از این. خب نفر بعدی. دوباره اینجا کامنت ها خیلی جالبه. کامنت ها رو اجازه بدید. این میگه که ما به حمله نظامی به ایران احتیاج نداریم. کافیست این کشورها دستشان را پشت حکومت آخوندی بردارن. اولین مکان هم رادیو فردا و صدای آمریکا بی بی سی است. ببین عقب افتاده است. یعنی واقعا فکر میکنه که اروپا داره از جمهوری اسلامی دفاع میکنه. به این میگن یه عقب افتاده سیاسی. این میش میگن توهم. توهم زیاد داریم دیگه. حالا اما از اون ور داریم که فکر میکنه حزب الله مخالف خامنه ای، سپاه مخالف خامنه ای، عقب افتادگی و توهم همه جوره هست. اینم یک نوع عقب افتاده و توهمی است. اون یکی این یکی که خیلی باحاله، حالا اسمش ارزش نداره بگم، نوشته که یک گروه از جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنن و گروهی هم از یورش نظامی، هر دو بخش محکوم هست. راه سوم فروپاشی رژیم به وسیله میهن پرستان هست و باید پشتیبانی شود. یعنی شعار، یعنی شعر. اینو بریم داخل کارش دارم. اینو دیدین این پسره؟ دیدید چی نوشته؟ نوشته یه عده منظورش ما هستیم از جمهوری اسلامی، اموازه علاته ما اموازه خارجی جمهوری اسلامی داریم دفاع میکنیم، ما ها داریم دفاع میکنیم، یا مثلا اینکه به آمریکا میگیم تو حمله نکن، ایشون دفاع از جمهوری اسلامی تعبیر میکنه.
من دیگه یه دم مثل مثلا این رضا پرچی‌زاده خواستار حمله نظامی هستن، هر دوتا محکومن، جمهوری اسلامی باید به دست میان پرستا سقوط کنه و ما از این حمایت میکنیم. این میدونی یعنی چی؟ یعنی شعار. این دوستمون هم خیلی اهل شعرگویی ها، این جز اوناییه که وقتی که یه فوتبال میخواستیم بریم پرچم باز کنیم گفت هوا سرده نمیام. از اون دوستایی که هر سری ما اینجا تظاهرات میذاشیم تو استکهلم چون تو همین سوئد آقا حال نداشت بیاد، این اون وقت داره شعار برای ما میگه عقب افتاده. دوتا روش، حتی اونی هم که میگه حمله نظامی حداقل یک رئالیستی داره، حرفش درسته یا غلطه که معلومه، غلط کرده اصلا نظرشینه، ولی باز یه رئالیستی داره، یک واقعیتگراست، میدونه که نمیتونه رژیمی که انقدر قدرتمنده تو سوریه تونسته این آمریکا رو اونجا مچل کنه، نمیتونه تنهایی با مردم و اینجور چیزا بخواد رژیم رو برانداز کنه. اونو میگه. شماها چی میگید آخه؟ یک مش شعار و شعرگو، یعنی وقتی باشون میشینی مقف هیچ، شعار تا دلت بخواد همه شعارن، یعنی تو دنیای واقعی زندگی نمی کنن. اینا رو تماما فقط دستشون شعاریست. حالا ادامش گفتم لازم امشب حالا اینا رو بگیرم به جناب زاهدی تو این میکن. حالا کامنت بعدیش، هم مخالف یورش نظامی هستی هم مخالف جمهوری اسلامی، باید هم زمان گفته شود تا هواداران جمهوری اسلامی خوشنود نشوند، این بسیار مهم است. برو بابا جمعش کن، عقب افتاده همه شعار. اون یکی که تو آلمان جیغ جیغو نوشته ننگ بر اردشیر زاهدی و ننگ بر هر کسی که با هر توجیهی پشت جمهوری اسلامی میسن، این همون بیشرفی که دیروز پیروز گفته که آقا جا ما فقط باید جمهوری اسلامی رو برانداز کنیم دیگه، مهم نیستش که وقتی براندازش میکنیم چه اتفاقی قرار بیفته. این بعد داره اینو میگه. حالا جالبه بذار یه دونه عکس دیگه، یه کامنت دیگه زیرش رو ببینم چجوری میتونم آها اینو باید نشون بدم، این خیلی مهمه چجوری نشون بدم این. آها اوکی خیلی خوب، آه داره نشون داده میشه. این میگه که این خانم تو ایرانه، خانم ناهید، ببینید چقدر عقب افتاده است. آقای کریمی من پزشکم، اگرم جنگ بشه محال ایران را ترک کنم، خب دمت گرم، ولی با درد و رنج مردم به صورت روزانه در تماسم و میدانم اگر مردم نتوانستن هیچ اشکالی نداره از بیرون به ما کمک بشه. این نگاه رضا طلب جماعته، دقت کنید کامنت ها خیلی مهم. اینا مخالفان اردشیر زاهدی انا. حالا بعدش همین پسر دوباره توهین کرده اینا، هیچ چی بریم جلو. آ این خان اینم که دوباره نگاه کردیم چی، این یکی رضا طلب ببینید چی نوشته. آقای زاهدی نگران خانه اش در حصارک تهران است. این خانم سوسن، سوسن جون واقعا شماها بی شعورید. آخه آقای زاهدی در سن 90 خورده ای سال چه نیازی به خونش تو حصارک تهران داره بابا؟ یکی آخه ببین اینا حامی رضا پهلوی انا، مغزو نگاه کنید، آیکیوی هوش رو نگاه کنید، زیر 70 همه جلبه کرد، تو رو خدا میبینید. نفر بعدی، آه همین خانم، حالا اینجا کامنت های این خانم وحشتناکه. مردم هر روز تو جاده ها و تو پراتهای اقساطی بیشتر از جنگ سوریه کشته میشن. خب نتیجه اردشیر زاهدی به ریش پدرش میخندن، اگر راست میگوید دو روز بیاد تو ایران با رنج های مردم آشنا. اما پدر آقای اردشیر زاهدی تیمسار زاهدیه که جلوی فتنه مصدق رو گرفت، شاه خیلی دوستش داشت. خانم جان شما که حامی پادشاهی هستی حداقل بفهم چی میگی، انقدر بی سواد و بی شعوری دیگه. من همین خانم نشه، من که تو ایران هستم میدونم اکثر مردم حتی از جنگ هم واهمه ندارن. حالا تبلیغ داره میکنه، یعنی مردم ایران میخوان بیاید که آمریکا به ما حمله کنه، چون از جنگ هر روزه با آخوندها خسته و مانده شدن. حالا آخرین کامنتش فاجعه است، باید بزرگش کنم. آخرین کامنت این خانم رو بخونید، حتی اگر بمب اتمی هم تو ایران بزنن خطرش کمتر از جمهوری آخوندیست. کی داره اینو میگه؟ خانم ناهید مسعودی از هواداران رضا پهلوی. آقای رضا پهلوی چه آموزش هایی به هواداران بی شرفت دادی که این هواداران آشغال تو به اینجا میرسن که حتی حمله با بمب اتمی را برای ایران مجاز میدونن؟ این نرده، چه آموزشی تو دادی آقای رضا؟ بیاین داخل. دیدن دیگه عزیزان این سندشه، بعد سندش رو میذارم تو کامنت ها. دیشب بحث بود، هیچ کی هم به این خانم اعتراض نکرد تو همون رضا طلب ها. این پس زمینه فکر ایناست، یعنی رسید به جایی که این خانوم که میگه حمله اتمی بکنه آمریکا به کشور من،
آمریکا بمب اتم بزنه به ایران آقای رضا پهلوی، این نتیجه فعالیت های سیاسی توه. من بعد از 4 سال مخاطبانم ببینید چه حرفایی میزنن، چه گونه موضع میگیرن. بعد از 4 سال تو بیشرف، بعد از 40 سال ببین از دل سخنان تو چه کسانی بیرون میان. کسانی بیرون میان که میگوین بمب اتم بزنید به سر ما. این نتیجه گفتمانی بیغیرتیت سیب زمینی. گفتمان تو باعث شده که هوادارات انقدر بیشرفن. این درده. بعد اینها میان به جناب زاهدی توهین میکنن، اینها میان به اون پیرمرد عاشق، به اون میهن پرست، به اونی که از همه ماها بیشتر دنبال نهاد پادشاهی است توهین میکنن. آدم از هواداراش شناخته میشه. تو گفتمانت ببین چی بود آقای رضا پهلوی تو این 40 سال که نتیجه گفتمانه پرورش یافتن چنین هوادارانی است که از آمریکا میخوان به ما بمب اتم بزنن. حتی خیانت شما از مجاهدین دارید رد میکنید. تو بیشرفی روی مسعود رجوی رو دارید سپید میکنید. حتی مریم رجوی و هواداران مجاهدین خلق تا به امروز نگفتن بمب اتم به ایران بزنید. ببین تو رضا طلب دیگه کجا رسیدی که خواستار حمله اتمی به ایران هستی. دیدید دیگه عکس خانم ناهید مسعودی بود از هواداران رضا پهلوی. این بخش برنامه رو با اجازهتون میبندم، آدم واقعا عصبی میشه.